توق بیعت بر گردن طالبان به رضایت. بیننده های گرامی، درود و سلام بر شما. توق بیعت بر گردن طالبان به رضایت. زمزمه های وجود دارد که شمار از طالبان با پاره از تصامیم رهبری خود موافق نیستند و در حضور دیگران و ویژه در گفتگو با خارجی ها ناخرسندیشان را از آن ابراز می کنند. آنان می ترسند که این تصامیم هم خشم مردم را افزایش دهد و هم فشار خارجی را و در نتیجه نظام طالبان سقوط کند. نگرانی از دست دادن منابع و امکانات هنگفته که امروزه در اختیار مقامهای طالبان قرار گرفته و اینکه تصامیم رهبرشان سبب از دست دادن این ناز و نعمت شود سبب انتقادهای نرم از او گردیده است. این زمزمه ها ریشه در انتقادات شماری از چهره های دارشتر طالبان دارد که بدون جرأت نام بردن از رهبر خود به تک رای او اشارات تلویحی داشته اند، اما نه به صورت صریح که در معرض خشم قاطع وی قرار بگیرند. در طرف دیگر کسانی که محاسباتشان مبتنی بر خوش باوری های متکی به اوهام و خیالات است، این انتقادهای نرم و خجولانه را به فال نگرفته و حساب های کلانی بر روی آنها باز کرده اند. آنان گمان می کنند که این انتقادات غیر مستقیم مقدمه است برای در گرفتن جنگ قدرت میان طالبان یا کودتای نظامی که به خلع ملاح بطلا از قدرت یا حتی حداقل قتل او خواهد انجامید و در پی آن عناصر اصلاح طلب طالبان موافق خواهند شد. عناصر افراطی تر را کنار زده سپس در ائتلاف با دیگر نیروهای سیاسی به تشکیل اداره جدید برای کشور با رویکرد غیر طالبانی تن دهند. آنان از یاد برده اند که در گذشته اختلافات داخلی حزب خلق حتی به قتل رهبر خلاق انقلاب هم انجامید نتوانست به ویژه رژیم منجر شود. با تشکر که تا اخیر این ویدیو با ما همراه بودید.